خواهش می‌کنم. ذکرم همون تمرکزه. ببینید بله بله نه کلاً ببینید وقتی ما میگیم ذکر قبلا همین صحبت رو کردیم چه نیتی فرد میخواد چیکار بکنه اصولا هر چیزی هر مسئله‌ای خب بعضیا گفتیم با اسماء حسنا و اینها سر و کله میزنن پر میرن هی باشی بازی‌های فیزیکی و بازی‌های چیزی میکنن موضوع اینجاست که ما وقتی به یه حریمی نزدیک میشیم چیکار میخوایم بکنیم با ذکر منظورمون چیه و بعضی ها برای همون رسیدن به تمرکز از ذکر استفاده میکنن بعضی ها مکانیکی میگن اگر اینو 1000 بار بگی اینقدر ثواب بنویسن پس در واقع اون اینو میگه که بعدم میگه خب خوب امروز خوب کاسبی کردیم مثلا پس چند هزار دفعه گفتیم خوبه این حساب بانکیمون در خزانه آسمانی داره چی میشه پر میشه بعضی ها بحث ظاهر و باطن رو فهمیدن میخوان از یک ذکری شروع بکنن برن به باطنش حالا البته من این تعریف رو نشنیدم کسی بگه من میخوام برم به باطن این ولی حالا به هر حال احتمال بدیم که این مسئله رو هم هست بعضیا میخوان روغنکاری بکنن اینقدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن ذکر آرد فکر را در احتضار ذکر را خورشید این افسرده ساز یعنی 0 کیلومتر هنوز روغنکاری نشده هنوز چیزی هنوز کاری ازش نکشیدن خب اینو با این قضیه میخوان چیکار بکنن ذکر را خورشید این افسرده ساز با ذکر بیان اینو راش بندازن درسته اما همه در واقع از کار همشون باطنش اهمیت داره باطنش قراره منجر بشه به اتصالات قراره بریم تو حلقش و بعد فرق نمیکنه چه از اون ور بریم چه از این ور بریم یکی از اون ور میره یکی از این ور میره چه فرقی میکنه خب منظور یکیست ولی این وسط سری برداشت‌های اشتباه برداشت‌های حالا البته میگم اینا همه اونطور که ما فکر میکنیم راجع به هیچ کس نمیشه قضاوت کرد گفت شاید اون هم ماحصلی داره که ما خبر نداریم نمیدونیم ولی علی‌الظاهر خودش نمیدونه چی کار داره میکنه اگر هم چیزی هست خب لذا آنقدر گفتیم باقی فکر کن اینقدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن فکر ذکر آرد فکر را در احتضار ذکر را خورشید این افسرده ساز ذکر آرد فکر را در احتضار پرچم به یاد آوردن من شخصا خودم دیگه اسمایی رو میخونم یعنی همون اتصالی که شما گفتید برقرار میشه الان میشه قبلا شما میرید تو اتصالتون ولی افرادی که چیز میگیرن هیچ اتصالی پیدا نمیشه برای شما اتصالت برقرار میشه اونم نگی برقرار میشه اونم بگی برقرار میشه خب خب بعد بحث کلن اینه که گفتیم، البته اینا باز تکراره، اینه که در یک جایی ذکر ورده، یاده و حس حضوره، مختصرش. البته یاد چون مخصوص غایبه، یاد مخصوص غایبه، نمیتونیم بگیم خدا رو یاد میکنیم، به یاد خدا باش، یاد مخصوص غایبه. خب برای عام درسته، چون عام نیست حضور نداره، میگه بابا خب حالا یه لااقل خب برای اون درسته، برای در مجموع وقتی خداوند لا مکان لا زمان حضور همه جا حضور دائم هست، یاد غلطه و اشکال اساسی پیدا میشه و اینها در ناخودآگاه ما ایجاد اشکالات کرده، چون اینا رفته تو ناخودآگاه ما به طور ناخودآگاه خدا رو حاضر نمیدونیم، هرچی هم زور بزنیم تقریبا میشه گفت که بیفایده است، چون نرم افزار اصلی چیزی رو که پذیرفته یاده، یاد و پذیرفته و در اونجا یاد و مخصوص غایب میدونه، بنابراین هر کاری میکنیم، هر چی زور میزنیم که اونو حاضر تصور بکنیم نمیتونیم، یه خورده مشکله. خب در نهایت قراره به حس حضور برسه، هر چیزی که ما رو به حس حضور برسونه اون درسته. حالا اگه ذکر این کارو میکنه درسته، اگر ارتباط این کارو میکنه درسته، پس هدف غایی چیه؟ هدف غایی و نهایی حس حضوره. جانم بله، اون میشه دائم الاتصال بودن خوش آنان که دائم در نماز بی. این اون دائم الاتصال بودن رو میاره، دائم الاتصال حس حضور رو میاره. یعنی ما در واقع دوستان که حس حضور رو تجربه کردن به واسطه همین اتصاله بوده، حالا اومده و بالاخره الان میدونیم که حس حضور چطوریه، چی هست، اصلا راجع به چی میخوام صحبت بکنم. این به واسطه همون شعور الهی بوده دیگه، چون ما همونطور که فرمودین به خودش دسترسی نداریم، یعنی نمیدونیم چیه، باید حتما از اون بر باشه. از این ور ما فقط میتونیم شوق رو در واقع چیز بکنیم، اون شوقمون رو نشون بدیم دیگه، برگشت از اون وریست، از این وری نمیتونه صورت بگیره.